در ایران با پایان یافتن مهلت ثبت نام نامزدها برای انتخابات مجلس خبرگان، ستاد انتخابات از اعلام آمادگی 801 نفر خبر داد. این بیشترین تعداد داوطلب برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان است. دوره قبلی 493 نفر برای نمایندگی مجلس خبرگان نامزد شده بودند. به گفته محمد حسین مقیمی، 19 نفر از داوطلبان در این دوره زن هستند. در دوره‌های قبلی مجلس خبرگان هیچ زنی حضور نداشته. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی، با ما هستن. آقای کاظمیان، از فهرست افرادی که تا حالا ثبت نام کردن، آیا میتونیم فکر کنیم، حدس بزنیم که با دفعات قبلی انتخابات مجلس خبرگان چه تفاوتی وجود داره؟ خب تفاوت انتخابات قبلی شاید فقط برگرده به نامزد شدن سید حسن خمینی، یعنی به جرات میشه ایشون رو پدیده انتخابات آتی خبرگان دانست. اما به هر حال این که از فقهای شورای نگهبان که مسئول نظارت بر انتخابات هستند، از 6 نفر 5 نفر دوباره نامزد شدن، از جمله آقای جنتی، آقای هاشمی شارودی، آقای محمد یزدی، این خودش معنی دار هستش. برخی از افرادی که متمایز هستند با روحانیونی که در حوزه گفتمانی راست تندرو یا محافظه‌کاران قرار می‌گیرند، اینها هم نامزدیشون امسال معنی‌دار هست، مثل آیت الله موسوی بوژنوردی که به نظر می‌رسه یک چهره کاملا متمایز هست و احتمال تایید صلاحیت ایشون هم خیلی زیاده. ولی افراد متفاوتی هم نامزد شدن، مثل آیت الله امجد یا آقای سروش محلاتی یا آقای منتجب‌نیا، آقای مجید انصاری و آقای قرویان که از شاگردان برجسته آقای مصباح یزدی و منتقدان جدید ایشون هست. ولی من گمان میکنم که این افرادی که اخیرا اسم بردم احتمالا فیلتر بشن از طرف فقهای شورای نگهبان، چون یکی از شرایط برای نامزدهای مجلس خبرگان نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی هست که خودش یک مؤلفه و یک امکانی رو در اختیار شورای نگهبان و فقهای اون قرار میده برای رد صلاحیت غیر خودی ها. یکی از این شرایط اشاره میکنید، آیا اصولاً ملاک ها برای بررسی صلاحیت ها روشن و ثابت همیشه، یا اینکه نه از یه دوره تا دوره بعدی تغییر میکنه؟ خب ملاک هایی که در قانون اساسی هست مشخصه، مطابق اون چی که به ویژه مصوبه خود مجلس خبرگان هستش، از جمله همین شرط اجتهاد یا نداشتن سوابق سوء اجتماعی و سیاسی یا داشتن بینش سیاسی. ولی اونجایی که تعیین کننده نهایی فهرست نامزدها هست، همون 6 فقیه منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستش و این همون سیکل باطل و معنیداری است که متاسفانه در جمهوری اسلامی شاهدیم. یعنی آقای خامنه‌ای 6 فقیه رو برمی‌گزینه، این 6 فقیه نامزدهای خبرگان رو فیلتر می‌کنند و بعد مردم باید به اینها رأی بدن. انتخابات دور جدید شاید به خاطر نامزد شدن برخی از افرادی که مثل آقا تهرانی یا آقای حسینیان یا آقای علوی وزیر اطلاعات، دوری نجف آبادی وزیر اسبق اطلاعات، یک چهرهای متفاوتی هم نامزد شدن، شاید کمی انتخابات رو ببره به طرف دو قطبی شدن. ولی این در نهایت شورای نگهبانه که اجازه خواهد داد یا ممانعت خواهد کرد از ورود برخی از نامزدها. و به نظر میرسه یک پرسش مهم در رابطه با انتخابات در شرط فعلی، البته بحث تایید صلاحیت خود آقای هاشمی رفسنجانیه که حملات عجیبی از طرف رئیس قوه قضاییه، آقای محسنی ژه‌ای سخنگو و معاون قوه قضاییه و بعضی از چهره‌های وابسته به اردوگاه راست تندرو متوجه آقای هاشمی رفسنجانی شده و اینها حتی علامت سوال قرار داده در برابر تایید صلاحیت کسی که در تمام 35-6 سال گذشته جزء ستون‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی بوده. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی در پاریس، متشکرم از شما.